دولت حزب دموکراتی خلق افغانستان که به میان آمد، متاسفانه این دولت خلاف تمام پرنسیپ هایی که در 10 سال دموکراسی بر مردم گفته بود و نوشته بود و از تریبونای مختلف داد زده بودن، تمام آزادی های سیاسی را ممنوع کرد و تمام تشکل های سیاسی دیگر را ممنوع کرد و تنها حزب خود، حزب در نه تنها به صورت حزب بلکه باقی گذاشت، بلکه در داخل دولت مدغم کرد، از یک طرف در داخل دولت یعنی مدغم کرد تا پایین ترین کرسی های دولتی را به اعضای حزبی داده شد، بلکه در پهلوی از او موازی به او سازمان های سیاسی موازی به دولت ایجاد شد و این تطبیق کردن الگوی اتحاد شوروی در افغانستان بود بدون تعقل درست، بدون ای که به این نگاه کنن که خودشان چی گفته بودن در 10 سالی که روزنامه های خلق و پرچم نشر شد چی برای مردم وعده کرده بودن. متاسفانه این صورت نگرفت، اما این سبب علی شد که مردم ناراض شوند و همچنان مبارزات مخالفت های داخل حزبی سبب کشتارهای زیاد شد، سبب زندانی کردن افراد زیاد شد. در نهایت مردم دولت پلیسی در این مملکت روی کار آمد، دولت استالینی پلیسی در زمان رفیق لامین روی کار آمد که همه آرزوی از بین رفتن از این دولت می کردن. خب بالاخره این با یگانه رایش از طرف منظر اعضای حزبی بود که از اتحاد شوروی وقت دعوت کنن که بیا این دولت ساقط کنن که می کار کردن. و بعد از او یک عنصر دیگه در بین مخالفت ها و مبارزات مردم ایجاد شد و او این بود که اگر ما تا زمان با دولت حزب دموکراسی خلق از لحاظ ایدئولوژیک مخالف بودیم، بعد از این عنصر نشنالیزم به او اضافه شد و ملی گرایا هم با او مخالفت کردن. مداخله اتحاد شوروی را اگرچه با دعوت حفیظ لامین صورت گرفته بود، دعوت دولت وقت صورت گرفته بود، اما به صورت اشغال در افغانستان تلقی شد و مخالفت با او عام شد که این ما نتیجهش میبینیم که متاسفانه رهبری این جنبش های قیام های ضد دولتی را به دست ارتجایی ترین افراد جامعه افتاد. ارتجایی ترین افراد رهبرهای سیاسی جامعه رهبری این جنبش ها را جنبش بگویم یا این قیام های ضد دولت را به عهده گرفتن، به دوش گرفتن و این رهبرها همه با وابستگی عمیق پیدا کردن به استخبارات بیگانه، به استخبارات پاکستان، به استخبارات امریکا، به استخبارات سعودی و استخبارات سایر کشورها. مداخلات این کشورها در افغانستان به صورت بسیار آشکار ایجاد شد و این افغانستان زمینه ایجاد کرد تا غرب و امریکا برسته کردگی امریکا در افغانستان برای اتحاد شوروی وقت یک تلک بگذارن. این تلک که امون تلکی بود که روسا با داوطلبانه خودشون آمدن به افتادن و در نتیجه بعد از 10 سال موجودیت بودن در افغانستان این سبب ویرانگی کساد اقتصاد اتحاد شوروی شد و بالاخره سبب فروپاشی خود اتحاد شوروی و نظام کمونیستی وابسته به اتحاد شوروی و از بین رفتن پلان پیمان وارسا و در سطح جهانی شد. یعنی اوضاع افغانستان این شرایط برقرار فراهم کرد تا ضربه بزرگ، ضربه کشنده بالای اتحاد شوروی وقت وارد کنه و این به قیمت میلیون ها نفر جان افغان صورت گرفت. برژنسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر در زمان کسی گفت که سوال کرد بعد از اینکه تاج شوروی سقوط کرد که برادر خودت خوبایی کارت
با که چون او میگفت که ما این افتخارات ماست که ما افغانستان سبب شده که اتحاد شوروی ما با کمک ما با افغانستان سبب شد که اتحاد شوروی او از بین بره. مردم یه خبرنگار برش گفت که با این خوب با قیمت از این شد شما یک کشور یک دولت بسیار ارتجاعی را در افغانستان به قدرت برسانید. او جواب داد که این قیمت است که کاست است که مردم افغانستان پرداخته برای آزادی در دنیا. ما در او وقت قربانی شدیم و یک دولت ارتجاعی افراطی روی کار شد که این دولت نتانست حتی بین احزاب متشکل از خود اعتماد و همبستگی ایجاد کنه و در نهایت در اثر جنگ های تنظیمی نه تنها کابل از بین رفت و مخروبه مبدل شد بلکه افغانستان نظام دولتی کاملا فرو ریخت. هر چی که دست این مردم رسید بردن در پاکستان فروختن و کشور به یک ملکوت توایفی مبدل شد. ملکوت توایفی هر رهبر تنظیمی، هر تفنگداری که در هر جای قماندان بود برای خود اعلان پادشاهی کرد و حکومت را شروع کرد. که این سبب عزیز شد که حتی این دولت دست شانده در افغانستان حتی نتونست منافع پاکستان هم منافع امریکا هم منافع غرب در اینجا تامین کنه و ایا سبب تصمیم گرفتن که برای حفظ منافع خود در افغانستان این دولت مجاهدین از بین ببرند و برای کار طالبا را ایجاد کردند. طالبا یک گروه از مجاهدین بودند، مخصوصا از گروه چیز احمدی، مولوی احمدی که از پکتیا بود، از این گروه بودند. ایجاد از شاگردای مدرسه های دینی دیوبندی در مناطق پشتونشین پاکستان بودن، از یا ایجاد کردن در زمان بینظیر بوتو و یا امکانات فراهم کردن یا را تعلیم و تربیت برشان فراهم کردن و یا را مجهز ساختن و به افغانستان آورد. این چیزی نیست که ما میسازیم. این داکومنت شده، این اسنادش در تمام رسانه وجود داره. اگر شما یوتیوب بزنید سخنهای بی‌نظیر بوتو صدراعظم وقت پاکستان رو بشنوید که میگه که برای من پیشنهاد شد و من با وجود که سرمایه هنگفت رو از دولت پاکستان تقاضا میکرد اما من این رو منظور کردم برای اینکه ما مجبور بودیم در افغانستان منافع خود حفظ کنیم و خطوط ارتباطی ترانسپورتی را از پاکستان با ترکمنستان و سایر مناطق آسیای میانه فراهم کنیم و تضمین کنیم امنیت زیاره. برای این کار طالبان را انتخاب کردن و ذخایر بسیار زیاد اسلحه به اختیار اینجا قرار دادن و یا به بسیار سادگی قندهار را گرفتن و بعد از قندهار یا در قندهار مثلا هیچ دولتی وجود نداشت، هیچ والی، هیچ همه جنگ سالارا در هر جایی در سر سرکا خیمه زده بودن و مردم پول میگرفتن و مردم اذیت میکردن. مردم افغانستان از این وضعیت دولت مجاهدین، از این انرژی بسیار ناراض بودن و هر گونه تلاش برای آوردن یک استقلال سیاسی را احترام که میکردن و استقبال کردن و میخاطر بود که از جنبش طالبا استقبال کردن. طالبا بدون جنگ از قندهار تا کابل اشغال کردن، بدون جنگ تا هرات اشغال کردن. در هرات که یک کمی جنگ صورت گرفت بعد و بعدا تا مزار شریف بدون جنگ اشغال کردن، تا قندوز جنگ های صورت گرفت در قندوز و در دشتلیلی و در مزار شریف صورت گرفت، ولی که در نهایت یا تمام افغانستان در اختیار خود در زیر حکومت خود آوردن با جز از یک ساحه کوچکی را که از در شمال شرق افغانستان در تخار و بدخشان که تا پنجشیر این امتداد می‌یافت. دیگه تمام افغانستان یا زیر حکومت خود آوردن و یا از این سال
1996 است. حکومت مجاهدین از سال 1992 تا سال 1996، یعنی 4 سال در قدرت بود، طالبایی ها رو ساقط کردن و حکومت خود را در 1996 ایجاد کردن. خود گروپ طالبا در 1994 توسط پاکستان ایجاد شد و حتی اسنادی وجود داره که میگه که ایر آیسا ایجاد نکرده، ایر خود دولت پاکستانی از یک ابتکار تازه را توسط یک تعداد از نظامی های متقاعد خود ایر ایجاد کردن، چون آیسا زیادتر علاقمندی با گلبدین حکمتیار و امثال هم داشت و این گروه طالبان را این گروه ایجاد کرد. البته بعدا تمام دولت و استبلشمنت پاکستان، وقتی استبلشمنت پاکستان میگم از مطبوعات گرفته تا سازمان های سیاسی مدنی، همه پاکستان با طرفدار طالبان بود، چون استبلشمنت پاکستان به شدت مذهبی است و این به شدت در پاکستان افکار افراطی مذهبی حاکم است به اندازه که قابل تصور برای افغانا نبود. ما در سرویس در پشاور در سالی که حکومت طالبان حکومت داشتن در کابل، در پشاور رفته بودم، در سرویس بالا شدم، همین سرویس کمی پیش رفت، یک دفعه این مرد وسط سرک استاد کرد، همین مردم از سرویس پایین شدن دویدن، من فکر میکنم بم مانده شده، چی شده که این مردم میدون، ولی متوجه شد بینه یا پایین میشن در سر سرک استاد میشن نماز میخوانن. آزان شده بود، آزان شده بود، چاش بود. این کار ما شما در افغانستان، این نوع اسلام ما شما در افغانستان نداشت. این وقتی من در پاکستان دیدم، ما عمق افراطیت مذهبی در پاکستان متوجه شدم و متاسفانه میلیون ها مهاجر افغانستان در پاکستان رفت و این حفظ جنای جهادی که در پاکستان شکل گرفت یا زیر اینمی تفکر و برداشت از شریعت و جمعیه و اسلام یا تربیت شدن برای بیش از 10-20 سال و بخصوص ای اعضای طالبان. خوب جوانهای بسیار کسایی هستند که در اونجا کمپای مهاجرین در پاکستان تولد شدن، در اونجا اکثرشان و در اونجا یا شامل مدرسه ها شدن یا یک روز مکتب در افغانستان نرفتن، یک روز تاریخ افغانستان نخوندن، هیچ علاقمندی، هیچ علاقمندی یا ارتباط عاطفی با تاریخ افغانستان، با فرهنگ افغانستان ندارن، با مردم افغانستان ندارن، یا امو زیر تربیه مکاتب دیوبندی و همچنان که بعدا عناصر سلفی سعودی از طریق اشخاص مانند سیاف نفوذ کرد به اینجا، شما میبینین که ما افکار دکترین دیوبندی برداشت شریعت اسلامی را همراه افکار سلفی که از سعودی آمد مزج شد، ما از او پدیده های بسیار افراطی مذهبی سیاسی ایجاد شد که در وجود طالبا که ما امروز میبینیم و او را تطبیق میکنن. بسیار طالبا در 5 سال حکومت خود، یعنی سال 96 تا سال 2001، 5 سال حکومت خود، یا درست است که امنیت ایجاد کردن برای مردم، امنیت جانی مالی را برای مردم ایجاد کردن، دیگه کسی خانم ها و دخترهای ما مورد تجاوز جنسی قرار نمی گرفت از طرف مجاهدین نه اسلامی، اما در پالویش یا تمام آزادی های مردم افغانستان سلب کردن، تمام آزادی های سیاسی را سلب کردن، ما باید برگشتیم به عصر افراطیت مذهبی، به عصر اول اسلامی، ما واقعا به سلف اسلام برگشتیم. سلف یعنی اسلاف، هم کسایی که در زمان پیغمبر اسلام ایجاد کردن، یعنی در اون زمان شرایط زمان ایجاب میکرد که از طرف پیغمبر احکام صادر شود برای جامعه
1400 سال قبل عربستان سعودی. اما طالبا بدون توجه به گذشت 1400 سال برداشتشان از شریعت، برداشت تحت لفظی از نوشته ها، تحت لفظی از گفته ها، تحت لفظی از کردار او زمان است، بدون توجه به اساسات فقه اسلامی، بدون توجه به اساسات اجتهاد اسلامی. چون در 1400 سال ما در تمام کشورهای اسلامی دولت‌های اسلامی داشتیم، ما مجتهدین داشتیم، استادای فقه داشتیم، به می خاطر مکاتب مختلف شرعی ایجاد شد، مکاتب مختلف مثلا حنفی در افغانستان و اطراف افغانستان در آسیای جنوبی ایجاد شد، مالکی در عربستان سعودی ایجاد شد، شافعی در ایران ایجاد شد و یک مذهب دیگه هم است که در المغرب اینجا به عمومیت پیدا کرد. یا به خاطر چرا ما این مذاهب مختلف میبینیم داریم، به خاطر اینکه برداشت ها از یا از اساسات شریعت متفاوت بود. حتی در بین یکی از مذاهب مثل خود حنفی باز هم برداشت ها متفاوت است. امیان بین طالبا، بین گروه حقانی و گروه برادر از لحاظ تفکر، از برداشت و تأثیر و تعریف از شریعت اسلامی متفاوت است، تفاوت دارد. به این خاطر ما مجتهدین داریم، استادای فقه داشتیم. خب ما دوران حکومت طالبا، دوران تطبیق بسیار متحجر آنچه و شریعت میپرداختند میدانستند در افغانستان بودیم که او سبب شد که ما هیچ در افغانستان تعلیم تربیه اساسات چند بین برن. و به می خاطر است که بعد از حادثه 11 سپتامبر و مداخله امریکا در افغانستان، تمام روشنفکرهای افغانستان و مردم افغانستان از مداخله امریکا در افغانستان حمایت کردند، و جز طالبا. طالبا خب تمام حکومت خزیست دادند، اما برای مردم افغانستان این یک موهبت بود که امریکایی‌ها و کشورهای اروپایی در اینجا مداخلت کردند، این حکومت ساقط شد، امکانات از این فراهم شد که ما یک دولت مدنی را در ایجاد کنیم، یک دولت متمدن ایجاد کنیم با اساس شرایط روز.